سلام بابا. سلام دخترم. دنبال چی میگردی؟ یه چیزی که بخورم. مگه صابونه حاضر نیست؟ نه. اختر کجاست؟ امروز مرخصیشه. ماما میدونه؟ فکر میکنم بدونه. خیلی خب، پس یه چیزی هم واسه من پیدا کن. الان برمیگردم. ماشین حاضر آقا. ببین اگه فری صابون خورده را بیافتیم. چیزی نیست که بخوریم بابا جون. چطور چیزی نیست؟ خب لابد مهمونه دیشب از قرطی برگشته بودن. تو مدرسه چیزی پیدا میشه؟ شما چی بابا، تو شرکت چیزی واسه خوردن پیدا میشه؟ کیفتو برده بریم که الان زنگ مدرسه میخوره. برو دخترم. هی فری، بوس بوس. خدافز. بای بای. اتفاقی افتاده آقا؟ عرق شیشه رو سوراخ نمیکنه، اما غم بی پیر آدم از پادر میاره. فضولی قربان، من از زمان پدرتون در خدمتم، شما دیگه جای پسر منی. دلم واسه‌تون شور میزنه. آدم باورش نمیشه که محسن خان شوخ و شنگول 3-4 سال پیش حالا مثل مرغ چرتی سر زیر بال بگیره. چرا حرف دلتو بیرون نمیریزی پسر جون؟ خیلی حرف از خیالم به خودشم نمیتونه بگه. متوجه پدرم؟ بله. از دیگه اینقدر سوال پیچم نکن. سلام آقا رئیس. سلام خانم، کاری داشتین؟ من زن عزتم. عزت راننده شرکت؟ آره آقا رئیس، همون راننده. خب از من چی میخواییم؟ میخواستم ازتون خواهش کنم یه خورده کمتر ازش کار بکشیم. کمتر کار بکشم؟ یعنی چه؟ آقا رئیس جون شما، این هوا بوده شده یه جوجه، پوست و استخونه خالی شده، داغونه داغون شده. خب لابد غذاخور نیست. مثل گاو میخوره آقا رئیس، اما از بس شب کاری تو شرکت میکنه، وقتی دمدمای صبح میرسه خونه دیگه نایی واسش نمونده که به زن و زندگیش برسه. شب کاری؟ خب بله. تو شرکت شب کاری میکنه؟ خب بله. خودش گفته؟ خب بله. خانم جون بهتون دروغ گفته؟ دروغ گفته؟ خانم بعد از ظهر وقتی شرکت تعطیل شد کار تمومه، هیچ کم شبکاری نمی کنه. خب پس کجا میره که دمدمای صبح میاد؟ حتما میره دنبال شبگردی، الواتی. چی میگی آقا رئیس؟ من 6 ماه پیش بردمش زیارت، آب تو بریختم سرش که دیگه نه پاشو تو کافه بذاره نه گرد الواتی بره. خب تو باشه شکسته خانم. صبر کنین آقا رئیس. ببخشین، حالا باز چی کارش کنم؟ شما کارش نداشته باشین، من خودم باش صحبت میکنم. صبح خیلی خانم. صبح خیلی. صبح خیلی. صبح خیلی. صبح خیلی قربان. صبح خیلی. متشکرم. لطفا بگید راننده شرکت بیاد اینجا. چشم قربان. شاکر چی را تا گفت بیان اینجا؟ خوب کردم تا دندت هم نرم شه بی شرف حقه باز. یواش، چرا داری جاهل کنف میکنی؟ سر تو پات کنف هست مرتی که یوازی، دو مرتبه راه کافر رو پیش گرفتی بوت مرده. دمدمای صبح میای خونه جختش هم میگه تو شرکت شبکاری دارن؟ خب مگه حالا ندارم؟ ده بچه پرو، تو چشام نگاه کن و ببین که تو شرکت شبکاری داری. بیا، تو شرکت شبکاری دارم. ببینم، حالا اون لنگه کفشم رو در میارم.
دی آخه قربونه کلت برم، الهی که فدات بشم، الهی که هرچی درد و بلاتم تو کاسته استرم. خب بگو غلام حق بگو شد چه خطایی از سر زده آخه؟ دی آخه بچه فرو الانه میشه آقا رئیس جونت بودم، خودش بهم گفت که شب کاری تو شرکتت کلکه، دی بازم زبون بریز. آخه نامحترم، پیش آقا رئیس رفتی چیکار؟ گفتم یه پدری ازت در بیاره، یه پدری ازت در بیاره که اون سرش ناپیدا باشه. یا جده سادات بزنه به کمرت، مردی که راکه به همه چیز که اونم از سرتو بیار پای خیطه. تو بمیری، تو بمیری، تو بمیری، غلط کردم. هفت جا تو آبادت بمیره. خیلی خوب اشتباه کردم بابا. تو بمیری، تو بمیری، تو بمیری، دیگه نه من نه کافه. فقط از اینجا برو بیرون که این یه مسقال آبرو من بباد بیره. مگه تو آبرو هم داری؟ بذار دستاتو ماشمالی کنه. تو پیش نکن چندشم میشه. اگه دیگه تو دیدی من شب دیر اومدم خونه، هر بلایی که عشقت بود سرم بیار. آره تو بزن. چی کارم داری؟ رئیس کارت داره، بیا بالا. خونه خرابم کردی زن. رفتم و دیدار به قیومت باره نایده حلالمون گو. یا الهی سامانه کن، چک کرین، فرمایش بارو تو ببین رئیس چی کارت داره. خود شما چطور؟ خورده کاری نداری انجام بدی؟ کار خیاطی؟ کار خراتی؟ نداری؟ سا شکری سلام از شو قربان. سلام، همیشه سرحالی پسر. پیشکش شما قربان. بشین. نوکریم و وایساده سنگین تری. بشین، خم باید صحبت کنم. چشم قربان. خب آقای عزت الله خان. عزت الله خان در بسته فدات و قربان. بشین. چشم. بگو ببینم نوع رابطه تو با زنت چه شکلیه؟ آه خواهش دارم قربان، از شما بعیده. بشین. چشم. از زنت ناراضی هستی؟ ابدا ابدا. برو بیا زیاد داره؟ ده این که فرمایشتیه. ابدا ابدا. بشین. چش. شام و نهار چیه؟ ساندویچ؟ جاتو خلی، آبگوشت بزباش، شامی کباب، تاس کباب. خبری هست؟ یا اینکه نه؟ یه دست کل پاچه تموم ایار با ترشیلیت و امثاله هم. بشین. چش. خب پس چی؟ بدعخمی میکنه؟ بدرفتاری میکنه؟ نه، ایناشو دیگه من میکنم. شب شب چی؟ شب؟ شب چی چی قربون؟ بشین. چش. شب بهت میرسه؟ شرم و بزدرم میشه قربون، ولی خب جفتی حسابی به هم میرسیم. بسه. چش. پس دیگه چه مرگته؟ حیف این زن، خیال میکنه تو این دور زمونه دیگه همچین زنهایی پیدا میشن؟ اصلا بگو ببینم چی تو این کافه ها و شبگردی ها قایم کردی که دنبالشون میگردی؟ ها؟ عادت، عادت قربون. عادت؟ عادت قربون، به این کافه شمشاد سگ مصب عادت کردن. کافه شمشاد؟ آره آقا رئیس، کافه شمشاد، میدونین؟ به نیاشنش زنهای ریز و درشتش عادت کردم، با اون پنج سری عرق سگیش، با اون چرت و پرتایی که آدم سر میز به برابط جا میگه. قربون، اگه شما هم جای من بودی، کافه رو به دنیا نفروختی. وقتی شب خستم و مردک کار برمیگردی، کجا خوشتر از کافه با آدم میگذره ها؟ غم دنیا فراموشت میشه، میری تو عالم دیگه. خوش داری؟ خوش داری امشب تو کافه، رو چشام و وسطون تخت بزنیم و جمالتون گل بارون کنی؟ بهتون قولش شرف میدم با یه رفع مراجعه مشتری دائمی کافه شمشاد بشین قربون. برو برگرد نداره. اگه دست از کافه رفتن و شب بیردی ور نداری، اگه بازم بازم چی قربون؟ به هر زگی و ولگردی و لات بازی ادامه بدی، اگه یه دفعه دیگه زنت ازت شکایت پیش من بکنه، فهمیدی؟ اخراجت میکنم. شما فقط امر بفرمایید، غضب نفرمایید. برو دیگه پیکارت. چشم. شاکرم قربون. نوکرم. عبدم. درتونم. ببخشید نوکرتون. سلام جونی. بیا تو. میرم بالا. جناب محسن خان، بالاخره نشد که شب پای بازی ما بشینی؟ خانم نشستن کافیه. من خستم، باید استراحت کنم. ببخشید. شب بخیر.
چی کارش میشه کرد؟ فناتیکی، اهل این حرفا نیست. دلم کن، نمیخوام. این چه وضعیه؟ مگه دیوانه شدی؟ سلام آقا، غذا نخورده میخواد بخوابه. طوری شده؟ فری خانم با مادرشون حرفشون شده. خیلی خب، برو به خانم بگو بیاد اینجا. چشم آقا. خب، حالا واسه بابا تعریف کن که سر چی با مامان حرفت شده. میخواد جشن تولدمو تو مدرسه بگیره. چرا تو مدرسه؟ مگه خونه چه بشه؟ والا نمیدونم، میگه خودشون شب تو خونه پارتی داره. هیچ فکر نمیکنه که منم جلو دوستام آبرو دارم. خب، من باش حرف میزنم تا متوجه این موضوع بشه. اینم یادت باشه، آدم هیچ وقت نه با مادرش دعوا میکنه، نه قضا نخورده میخوابه. تموم شد؟ تموم شد. نصرالله خان و سوسن سادات و امرالله خان هم واسه بچه هاشون تو مدرسه جشن تولد گرفتن، آبروی بچه هاشون هم نرفته. بازم بابا و دختر حرفی دارن؟ اختر. بله آقا. بیار غذای فریده بده، بعدم بخوابونش. چشم. بیا تو در ببن، با دوتا کلام حرف دارم. زودتر، منتظرم هستم. بذار باشم. ببین، اگه میخوای دعوا را بندازی، بذار واسه بعد جونم. الان باختم و حالشو ندارم. تو کی حالشو داشتی؟ هر وقت نوبت من شده یا حالشو نداشتی یا اعصابت خراب بوده. خب، حالا میگی چیکار کنم؟ با من هر غلطی دلت میخواد بکن. نونیه که خودم تو دامن خودم گذاشتم. اما دیگه سر به سر این بچه نزار، که اون وقت اون روی سگم بالا میاد. تو داری لوس بارش میاری. تو داری آتیش میکنی. کجایی که ببینی چه آتیشی میسوزونه؟ تو از کجا آتیش سوزوندنشو میبینی؟ از پشت اون میز لعنتی قمار؟ تو کی اصلا به این بچه میرسی؟ اصلا از بچه داری چی میدونی؟ هیچی. فقط قرفر و قمار رو با هم پالکیاد نشستن و کفاین گفتن و بردی. اگه میخوای بازم شروع کنی، حالا وقتش نیست. من جلو مردم آبرو دارم. خدا، این گمونم که اوریک موریک گرفته باشم. اوریک موریک دیگه چه مرضیه؟ مرض پولداراست. اگه مال پولداراست، پس چرا تو گرفتی؟ آخه اونایش که خوبه، مال خودشونه. اونایش که بدبختیه، به ما فقیر فقرا میرسه. وای وای وای، نقرسم وای نقرسم، ماره آت میکنم. نقرس دیگه کدوم سگیه؟ آخ نه نه، نقرس 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 دیگه. نکنه اینم یکی از اون برازای پول داراست. آره، خدا بگم ایشالا چی کارشون کنه که فقط درد و بلاشون به جون ما بیچاره ها میافته. های 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 های. خب حالا یه دقیقه بشی شاید خوب بشه. چی میگی زن؟ مگه عقل دستر پریده؟ آه، این نشستن همونا، نفته شدن همون. چی داری میگی؟ این مرض با راه رفتن خوب میشه. واسه همینه که اسمش مرض پول داراست. نیست صبح تاشون نشستن و آبم دستشون میدن. اینه که اوریک موریک میگیرن. من بدبختم از بس پشت این ماشین نشستم و راه نرفتم. باز هوا بخورم تا خوب بشم. خدا بکشتم. الهی بگم این پول دارا رو چیکار شون کنه؟ را برو عزیز دلم، را برو. آخه اگه من تو این فسقلی جا قدم بزنم، میترسم سرت گیج بره. میگم چطوره برم دم در تو خیابون قدم بزنم؟ بله بله، تو خیابون قدم بزنی؟ نکنه باز میخوای بری در در؟ وای وای، اوریکم داره میره تو موریکم. وای خدا، حتی داد نزم، مرد در همسی هم ناراحت میشن. پس من رفتم تو خیابون داد بزنم. آخ آخ، نکن دقه به دقه میام به سر میزنم. سرم نزدی سوت بزنی جواب میدم. مرضشم مثل خودش هر دنبیله. اوریک موریک، اینم شد مرض؟ Thank you.
یه ها دیدن وارده آقا مصطفی سر شده دم شرکت و بالاخره دستگیرم شد تو اومده پیش رئیس و چغالی منو کرده. منم نه برداشتم نه گذاشتم پپا راست خوابوندم تو گوشش. بعدشم پا شدم و رفتم یه راست تو اتاق رئیس جست کردم دامن داره تو جیبم در بردم و ضرب کوبوندم رو میز. اون وقت حسابی شستم و گوشتمش کنار. حیوانی رئیس از ترس یالمونه گرفته بود تو بمیری تو بمیری تو بمیری لاب تا کام حرفی نزد. واسه اینکه آقا با شما کار کنم ما خودمون یه عمره که داری مردم رو سیاه میکنه میگی نه سیلی که او از آقا بیرد آره داشتیم میگفتیم این رئیس ما او هیکلش تا ببینه هیچی از زندگی نمیدونه فقط بلد صفرهای بانکیش رو زیاد بکنه. صبح اداره شب خونه شب خونه صبح اداره تازه ناشتاییش تو اداره کنه شام شبش هم که فقط یه ساندی بیشن تو خونه بخوره اونم با سخت بذاره. میگن دست به قمار زنش هم هیهاته. این یکی جون کرده میکنه اون یکی پای میز قمار دودش میکنه هوا. تو ببینی تو ببینی تو ببینی با اون همه پولا هیچ چیز زندگی آرش نه. بفرمین بفرم بشینی بگو آقا با شما کار داره. آقا با شما کار داره با شما تو ببینی ستاق چکری نوکری زدت خیلی شما بود من نه آره داشت تعریف تو میکنم من نه خراب شدم خدا یه ساعت این بابا اینجا بایستاده لال بودی یک کلم حرف بزن بابا رو تو برم معرفت تو ولی شما کجا؟ اینجا کجا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه قرار نبود این طرف رو پیدا داشته؟ والا شب آخرمه راست شما رو با بر بچه خدا بزی اون جفنگیاتی که داشتی در باره من بردور میکردی چی؟ اونم منباب خدا حفظی بود جون شما داشتم تعریفتو نمی کردم چی مردم قربان؟ تازه چی بخوره بخوره؟ بس استردارم یه مایشه یه کشک بره جون و یه کل بره مشروع چی مرسانی؟ یه بود از این عرقای کش میشه جگر تو یه خدا ماسوسی رو ماسوسی رو ریتی چی کاری شما کش خوزه چکر جناب رئیس این چه مسخره بازیه؟ اینا چی بود که دستور دادی؟ قربون شک ماهت برم تقلبی بودن ویسکی به درک خارجیه ما رو کفار خوردنش حرومه اینجا فقط عرقزدگیه که حلاله او پیپیت گارف هم که خواسته نگوشت مونده و یخزده درست بشه اما امان از مایچه چه مایچه ای با لباد بازی میکنه رو فرمایید و یک تک ستاره درخشان چون ارش مشتاقون خود را به تب و تابی اندازد با آواز درنگیز و رقص جور انگیز خود به محبوب شما مشتریان گرام شورها و دیگه خواهد بچید این یکی شما و اینم نازی من که دارم می‌رقصم از شما ها می‌رقصم
چه چاله بودیم ببین چقدر میاد جنبون 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 ببین دلو به جنبون چلبون 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 ببین لبس نو به چلبون یه لحظه اونجا رو نگاه بفرمایید. کجا رو؟ اونجا رو. خورست کمانی خورست. خدمتون که عرض کردم بهش میگن تق خروز. اینه خروز جنگیه. خب منظور؟ دیدم که شما زیادی به این نازیه خیره شدی. اینه که خواستم جریانات این کافه واسه تو روشن‌تر بشه. چه ارتباطی داره؟ مرتبط قربو. این آتقی کشت مرده نازی خوشگل است. از شما چه پنهون با چهار شمعت کرم از هر ساعتهی خروز دست هیچ مردی به نازی خوشگله نمیرسه تا ببینی. خب حالا تعریف کن که اگه کسی دلش خواست با یکی از زنای اینجا باشه از کجا باید شروع کنه؟ حالا راست با جور و جوره. از صندوق پرتقال گرفته تا چند عدد رون چاق و چله گوزبند میفرستم پشت سند. اگه طرف خیلی داشته باشه شده که کلیه الماس هم فرستادن. خب درزه بودن آدم های ترتمیزی مثل شما که گل فرستادن اما دستشون انداختن و بهشون خندیدن. صورت حساب قرمو شما چه کنم؟ مال خودت متکرم نفهمیدم اتکرم منظورش من بودم سب کن سب کن تکرم بیاده شین سیشه پول خلوش هم مالتون خدا عرض نکردم قربون که خوشتون میاد گمونم که باید حسرت زندگی شما رو بخورم شما حسرت زندگی ما رو میخوری؟ ما هم حسرت زندگی شما رو لابد اوست کریم هم حسرت زندگی من شما رو میخوره خب آقا رئیس به حمدالله افردشه اینطور که معلومه با هم میریم اشخاره اگه یه دفعه دیگه بشنفم که پا تو کافه گذاشتی از شرکت اخراجت میکنم زن تو زن زندگیه اگه دنبال زندگی و عشق میگردی پیش زنته دلم به رئیست خوش بود که اونم البات عذاب در اومد زبون تو گاز بگیر زن من داشتم دمه در قدم میزنم که رئیس ناغافل اومد و منو برد دنبال یه کار فوری فوری آره تو بمیری جون تو دیگه رمق به تنم نمونده همهش کار روز کار شب کار اخ حالم که باستم سره ندارم یا بیدار میشن من میخوام از سله در بیارم من کاری کنم که سکون برون تو سکون بفرمایید چی؟ بسیار خوب وصلش کن بفرمایید دیگه از این حرفش گذشته راستی یادم رفت صبح بهت بگم که یکی از کارمنداتو بفرستی 10,000 تومان واسه من بذاره به حسابم دیگه برای چی؟ دیشب باختم چک دادم من دیگه از این پولا نمیدم بی خودی علم شنگی ران انداز اگه چکم برگرده آبروی خودت میریزه مگه تو دیگه برای من آبرویی هم گذاشتی؟
نکنی میخوایی مادر بچه تو بفرستی زندون؟ دست بردار خانم، کدوم مادر بچه؟ ببین، دارم ازت خواهش میکنم. باشه، میذارم به حسابت، ولی شرط داره. شرطش همینه که دست از این کارات ورداری، دیگه بساط قمار تو اون خونه ران اندازی و در عوض به این فکر کنی که شوهر داری، بچه داری و باید به اونا و خونه زندگیت هم برسی. باشه جونی، تو حالا یکی رو بفرست با آن که میترسم چکم برگرده. جدی گفتم. حالا چرا اینقدر داد میکشی؟ گفتم که باشه، اگه باور نمی کنی قول میدم. خیلی خب، پس منم قول میدم که پولو به حسابت بذارم، ولی گوشاتو وا کن به جون فری که اگه یه دفعه، فقط یه دفعه دیگه پای بساط قمار ببینمت، همه چیزو زیر پا میذارم. سلام جونی. چه زود قرارمون یادت رفت. حالا وقت این حرفا نیست، باشه بعد. دیگه بعدی نداره، یا این بساطه جمعش کن یا خودم جمعش میکنم. شما یه کمی عصبانی هستید، اینطور نیست ماست. این به شما هیچ ربطی نداره، بهتر زحمت کم کنید خانم. چه طرز حرف زدنی؟ بهتر از این برد نیستم. یلا برید بیرون، گم شید از خونه من. تو حق نداری با مهمونه من اینجور رفتار کنی. خونه هم همین رفتار میکنم. مگه زبون آدمی زد سرتون نمیشه؟ وقتی میگم بیرون یعنی بیرون. تو دیگه داری کفت به من در میاری. باید خیلی قبل از اینا در بیا بکنم. بذار اون بیاد. بذار بیاد، چون این زندگی شخصیتی که واسم ساختی دست کمی از اون روی سنگت ندارد.
کافیه. رقص. از این ورش خسته شدم، حالا این ورش برقص. این برش خسته شدم، حالا این برش برقص. از این برش خسته شدم، حالا این برش برقص. از این برشم خسته شدم، حالا این برش برقص. این برش خسته شدم، حالا این برش برقص. این برش برقص، این برش برقص. اصلا تو نه، من برقصم اینجا. بابا ول کن، دو کورتو تخته کن! گاستان، بابا یکی بیار یخ دو با هم چهت و پرد داگیم. باز بونه گرفتی؟ آخه ببین نوکرت هم الان چند وقت آزگارشو پس خونه بیرون نذاشتم. مگه بهت بد گذشته؟ نه، ولی یه چیزی کم دارم. چی کم داری؟ گفتم چی کم داری؟ او ساق رئیس صحبی میگفت که پشمارده شدم. هرچی فکر میکنم میبینم حق با اون بوده. برم میفرستم، برم همه میرم. آخه چرا؟ من که همه چی رو واسه تو خونه فراهم کردم، دیگه چه مرگته؟ من بگو دورت جون، همه چی رو فراهم کردی الا چرت و پرت، میفهمی؟ چرت و پرت؟ داره جونم. آخه چرت و پرت هم چیزه من؟ بله ببین، عرق خوری و رقص و آوازم به راه بوده، این درست. اما یه چند نفری رو نداشتم که بشینیم با هم چرت و پرت بگیم. اینه که دارم میپلاسم، اینه که دارم اب میرم، اینه که دارم نقرس میگیرم. حالا میگی که چی؟ میخوای من واسه چرت و پرت بگم؟ آخه همیشه داری میگی. من هوای چرت و پرت مردونه رو کردم. ببین زن، دیگه دارم دق میکنم. جون عزت بذار امشبو بزنم از گاراژ بیرون، یه چنتایی رو گیر بیارم، یه خورده دریوری بگم، شاید سرویس بشم حالم خوب شه. باز که شروع کردی. جون موت نه، نوکرتم، چاکرتم، علوم اقوامتم. بذار امشب رو برم به سلامتی اینی که دیگه نمیخوام برم. اصلا میدونی اگه بذاری امشب برم، عوض شب که برگشتم زینه زنده تو هزار جلد بکش بی تربیت. تا بمیری جونمو سنگ تموم میذارم، عزت بمیره بذار برم. باشه، اما فقط یه ساعت ها. ببینم این مدت کجا بودی عزت چاخان؟ یکی با چاخو زده بودیم، همچی که ناکار ناکار شده بود. اینه که فرستده بودن اون زندونه، بگو کدوم بند؟ کدوم بند؟ بند قاتله؟ دونه تو همین علمی به قید زمانه دارد. تو ببینی چی به جهتت این حقیقت داشتیم؟ بگو بفرما. بفرما وایز کوچیک ترا بفکن آیا چکرم بخستم، حرکت نکن، برکتشون چکرم. سلام، سلام، خوب شد که اومدی.
چطور مگه؟ این رفیق تازگی ها خیلی دور برداشته. غلط کرده؟ خاشاک گلیمش درستر کرده. ساگه کی باشه؟ شقه میکنم پایی که چلو شما درستر باشه. رفته تو نخ نازی و مدام پاپیشه. نفسش رو میبرنه. حالا کی این رفیق ما که از غلطی زیادی کرده؟ ده همون دیگه، همون یارو تره تمیزه. وای دادم وای چکر فیل باشه میخوابونمش گردش رو به خاک میمونم حالی چه؟ حالی چه کاریه؟ اگه امشب ناکارش نکنم پس فردا تو روم که وامیسته هیچی نازیرم از سن میکشه پایین دا عزت اینجا سنگی که واسه کسی بتونه نازیره بکشه پایین با اجازه دلان خودم ترتیبش میدم حالی کنار سلام جناب عزت الله خان چه سلامی چه علکی نه تو سبی همه چیز نه گوشی نه برداشی دست گوشی رو مال آتقه ساترین همه سلکیه با اجازه حالا بزن جک و دنده با پک و پلوتو یه جا خود خاکشید کنم اینا سری که واسم برو نوکره دم جا بکن و هکل گندر از جا تا شق شقت نکردم هوا فس قرمه باز بزنیم به جاک حالا مرد میخوام تا وقتی بهش میگم بلنشه بازم ترگیده بشه تو پسر تو نه سو بودم جایا دلم بخور آتقی بایده شما ما رفتیم سرش گوش تا گوش ببریم ملاقاتی تو زندون یایتون نره دیگه تو این کافه پیداش نشه اگر هم بشه با هیکل بی سر پیداش میشه خیال تخ بشه آتقی دیگه تکون بده هیکل و در بکن در بکن برو جلو الا چه گفتم بفرمی بلا نشه تخت نمیشه بلا نشه بفرمی ملاقاتی یایتون نره قربون شما با اینجور کارا مگه من چمه؟ آخه این کارا با شما جور نیست خب جورش میکنم این بی پدر مادرها رو من میشناسم یه ها میبینی سر هیچ و پوچ میزنن دخلتونو میارن مخصوصا وقتی پای نازی خوشگله وسط باشه ببینم مگه تو خیال میکنی که من دست با چلفتیم که بذارم دخلمو بیارن از این حرفا گذشته نازی و امثال اون بیشتر خوش دارن با همین گردن کلفتا باشن اونا از آقا بالا سر اونجوری بیشتر خوششون میاد ملتفته که چه میگم اونا دوست دارن که رفیق شخصشون پشت بنز 180 میشینه کچ روش اونش بندازه کفش پاشنه خوابیده پاش کنه کلاهی مخملی سرش بذاره و اینجوری اینجوری راه بره خب این چه کاری نداره فردا دستور میدم یه بنز 180 برام گیر بیارن تو هم یه دست از همین لباس ها و یه دونه از اون کلاها و یک جفت کفش پاشنه خوابیده برام بیار تو دفتر چی فرمودی قربان؟ این یک دستوره هر چی میگم بکن و الا اخراجی دار شبر هر چی دفاع آمد دار این چه بساطیه؟ بساط جاهلیه کجا بیبریش؟ اتاق اوساق رئیس اتاق رئیس؟ خودتون آماده کنین که افرد و پس فردا جای قلم و دوات باز رو میزاتون چاق و زامه دار و پنج بکس و قمه قطار کنین آخه دار جار شبر دار هر چی دفاع آمد بره دار اینا چیه؟ واقعیتش اینه که چون اوساق رئیس نتونستن ما رو اینهو خودشون بکنن اینه که حالا خودشون رو میخوان اینهو ما بکنن با اجازه بخی یار خبری داری هر جلو پا آمه اندازه درسته؟ بله همه چی میزونه اوساق خیلی خب باید کمک کنی تا بپوشم رو کشم این بچه ها هیچ خبر داریم که رئیس مخواست جایی بپوشه میگم یه خبر داری این چند وقته تو کافه یه چیزایی دیدم و شنیدم ولی تو باید یه خورده عدواتور این جاهلا رو یادم بدی رو چشم حرف زدن حرف زدنشون هم باید یادم بدی خلاصه خیلی چیزا رو والا ما کلی شاگرد داشتیم که روونه اجتماع کردیم که اکثریت قریب به اتفاقشون الان یه کنج زندون خوابیدن یا پای اعدامن خلاصه شاگرد رفوزه نداشتیم اعدامی داشتیم ولی رفوزه نداشتیم اشتباه کردی اشتباه کردی چیلیت تلف چیلقراب چیمیت چیمیت باره تو جلو بیشتر چرا خنگ قربون منظورم اینه که موقع حرف زدن باره تو جلو یک خود بیشتر تر باشه انداختم حالا یک خود قرش بیا چه شکلی؟ چه ریخته این ریخته شکرم سنگا خلصنا شکرم چه کنم؟
اتفاقی افتاده؟ نه، اتفاقی نه افتاده. اتفاق. خب اشکالت سر چیه؟ والا اشکالی که ندارم. اشکال. خب اشکال سر چیه؟ والا تو فرمش نیست. تو خطش نیستم. تو خطش نیستم. ای والا. ای والا. حالا من میرم و شما دنبالم همینطوری یه ریز ادامو در بیار تا برسی تا خر. بفرمایید، خواهش میکنم. بجون. بجون. آشفته. این شد یا چی؟ برو بریم. آره من میشه پیش رو، تو هم پس رو. بله خواه. با تو از جاپای من؟ این جاپای تو. مالکو سرقا. مالکو سرقا. سیانش رو. نه نمیشه. نشد. مرکنی دستونی با. بکنه پیش رو هست نمون. شده هستم. اسلامون که سرقا. شاکرم. حد بیا جبی. داشتیم. دینه ستتب. اینم ستتب. با تو قبب. با تو قبب. خوبه خوبه. حالا رو کمر کار کن. رو کارم. نه یه بیرون نه، همه جو تو کارم. شفت بشه سو کمر. شفت بیرون. حالا برو تو این چشمه. توف توف. توف 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 توف. یادش نکن. نه آشو تو حیبت. حالا تو حیبت حیبت هم. حیبت دوبل. چی؟ دوبل. دیره ستب. ستبل. بی بیرون. خیلی خوامارم بیرون. اینم بیرون. خب دیگه چی بود؟ غلاف کن. غلاف کن. مرد میخوام که نوتاق بکشم. غلاف کن. نه بابا، دمیه تو خط. ما خیلی وقته که تو خطی. چاکره؟ اینجا وظیفت تازه چه خبر؟ نه دیگه، بسته. تو داری تو رو اوستاتم وامیسی قربون. ما بابت لباسای پرداختی کردیم، دستور بفرمین پولشو بدن. نشتشو. اخ کنم. اگه یه دفعه دیگه عوضی افسری یا دک و پوزتو یه جا خورد میکنم. با شما که دست مارم پشت بسته کرد بندت میکنم جون من جون تو جون هم من چه؟ بله تو برسه به چهات عرضی باشه دوانه آره همین شب باست با هم بیای کاف تا جد دارم خوشکشم خواب ما خستیم هست افون من تو رشته را رفتم هنوز یه خود ضعیفم خیلی خواه یه خود را کار میمونم که بچم نه دامبو
اگه یه تو چپا سر میز مطرح کنی تمام کلت و تلا میگم تازشم کلی نوکرت میشم. نه آقا تو دیدی بشه سلام این همون یکوه نیست؟ نه نه چه عرض کنم؟ خودتو رو خنگی نزن خود خودشه. آخه این چه ریخت و شمایلی که باز خودش ساخته؟ من میگم که ریخت و شمایل واقعیش دختر. یعنی اون لباس ها؟ فیلمش بوده. خب چرا آخه؟ زیر کاسه نیم کاسه یه جونه. این پدر اینمون که ست سال جاهله. ازش خوشت اومده. واه واه مگه توافه نتنزه؟ من امشب رایه مسافرتم. میدونم. اینم بدون که اگه دست دست بخواه بکنی. خیلی خب دیگه اینقدر دور بر ندار. به بچه ها سپردم مواظبت باشه. خب باشه. گفتم اگه طرف ناراحتت کرد دخلشو بیارم. دودت میرسه؟ عوضی نایمده؟ مگه قرار بود عوضی بیان؟ گفتم نکنه راه تو گم کرده باشی. من خیلی وقته که رامو گم کردم. آره اگه زن نبودی واسه خاطر بیمعرفتی تا را دک پوز واسه باقی نذاشته بودم. ده اگه مرد نبودی الان سر میزت نبودم. راستش اومدم واسه اون دستگالی که برام فرستادی یه دستت درد نکنه بگم و برم. خوش باشی آقا زاده. بشین استکان عرق با هم بزنه. دیر وقت جونم سر صدای گارسنا بلند میشه نمیتونم. بگو ببینم کاری بد مونده یا نه؟ باز چی؟ های مونده یه گشتی بیرون شهر تو چند تا باغچه بزنی. اگرم نمونده خب تا در خونه نوکرت میشم. استخاره میکنی؟ آره خوب اومد. پخ خیره. ببین تا تو حساب میزو بدی و بری بیرون ماشین تو روشن کنی منم اومدم. نازه تو آخه اصلا شما مردای انگاری که از دماغ فیل افتادی خیال میکنین که همه این زنه باس رو دست و پاتون بیفتن. یه تو که پاس سر میز آدم اومدن که این همه سار کبرا چیدن نمیخواد که لابد نمیتونستم. اگه نمیخواستم که امشبم نمیومدم. با چی نمیتونستی؟ چطوری سر میز اون یارو یاردان قریه دم به سر نشسته میکنی؟ تو حالا دیدی سر میز یکی دیگه غیر اون یاردان قلی تمرگیده باشم؟ خدایشتم پد دیگه اینقدر پاپم نشو. این یارو یاردان قلیه جریان چیه؟ او گره قلو تای خروس میگم جریان چیه؟ جریانی نداری اولش خوشت میاد. واخ واخ آدم خرده خوش باشه کاپا بچه چه میدونم حتما اما خوشش اومده. با جدی بفرمایی جن شما و اما تو باز چی رای یک کافه و شب گردی شدی؟ تو باز چی رای یک کافه شدی؟ هر رو اجبار. خب مال ماما رو اجبار بوده. تو بشتی میدونی اگه زن آدم مثل تو بود مگه تو زن داری؟ من؟
قرازم این بود که اگه یه زن مثل تو داشتم دیگه چه مرگم بود. خب این که قصه نداره، با هم عروسی کن. با آره چقدر خوبی. ایفا تو ادبی میفرمایی؟ جون تو جون امه. نادشه برم والام. سلام علیکم. اوضاع چطوره؟ اکشن از ها نظر ریتیتی میزونه میزونه جون من. جون تو جون امت. یک دلمه. ببینم حقوق چنده؟ 700 میگیری. خیر خواه این ما 1000 کاسبی شاکری وظیفته. شب تو کاسب میبینم. نه 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 جون شما نمیشه. جمعونه میخواید دکه بوزت یه جا با همونو به هم بچسبونم. شب تو کافه میبینم. زد زیاد برون تو برو جا. چی رو اومده؟ سلامتی آملت تو ترمز آقا ری چی شده؟ بیا بخوریم به سلامتی آقایون کنف رفقای آدق خورود. سلامتی هرچی کنفه. ناکرته سلامتی هرچی نامرده. چرا که مرده میبینی؟ ببین سر را که داری میری به اون گنده بگو پاش از گلیم خودش بیرون نذاره. چند روز دیگه سر کله آتقی پیدا میشه. بلندتر بگو من بشنفه. همه که خفه خون بگیرین تا لوفی سلامونو بشنفه. لوفی سلامونو بشنفه بچه زن از برسون به زن ها میرفته. نامالتی مشکلا مشکلا بیرشون کن بابا دو تا اسکال زیادی زدن وارداتم. هوا پسه جمعونم که میخواد یه دوای حسابی را بیفته. بار جاتم بله. پس اجازه بفرمایید بنده یه چوچو برم بیرون یه هوای کلم بخوره. نه ترس بشیم با آدم میسن عرقتو بخور. چرا مثل مگس ویز ویز میکنی؟ اگه مردی بلندتر بگو تا فکتو از کار بندازم. مرد نمبینم. بگو تا نشونت بدم. قابل نیستی پنا این خدمت تو Hey, come on. 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 Hey, come on.
بیسول بیسول باز با خوشم آب ما توی یه جور نمیده با سرد و بوست ها بوست بودن سرد و ساخت بودن بیرمان تو باز با خوشم نمیده به شما تاقید بخورم اجازه بدید تو میره نمیده با ای بابا گوش کن بگونی من میخوام باید گوشنم از آها اصولا دعوا و مرافع واسه ما چی جایی را عرف داره یعنی کرک ندن یا زری کرک بزنیم به چاک باشه آیا آجا سر برسه با شما هیچ جا بزن بریم که عباب خطر شما بریم من اومده بس بزن بریم که بیدم همیشه به خودم میگم کاش نایده بودم کاش اون شب سر میزم نایمده بودی چرا؟ مگه از من چیزی دیدی که این حرفو میزنی؟ ترسم از اینه که یه روزی واسم تاخت چه بالا بذاری و بخوای با یکی چاکرت که هنوز نمرده با این سوی تجلیه اگه بذارم آب تو داره تکون بخوره آخه یه حسابای تو کافه هست که تو رابش نمیدن چه حساباتی هست؟ قرارداد دارم بابتش سفته دادم خب پرداخت بکنم فکر اونشو نکن قرار دادم چند وقتی دیگه تموم میشه جیگر جون بعدشم ریب دیدی آزادم بخیر آقا صبح بخیر فریاز ره داره لباس میپوشه گرفته ای پیره مرد چیزی نیست آقا قدرت خان بله خانم بهش بگو یه خود صبح بیاد خونه قدرت خان بهش بگو صبح به صبحشم توی این خراب شده آمدن کفاره داره بهش بگو اگه از زندگی با من سیر شده میتونی طلاقم بده بهش بگو از طلاق خبری نیست اینقدر تو این خونه میمونه تا بپوسه بهش بگو قسم میخورم که بهش خیانت کنم قدرت خان پس اینم بهش بگو که اون وقت سرتو میبرم و مثل دست گل میکارمش تو باخته سلام بابا سلام بابا جو را بیفت که مدرسه دیر شد بابا چرا شبا نمیای خونه؟ شبا کارم زیاده خیالت من هنوز بچم که داری سرم کلا میذاری؟ نه تو دیگه واسه خودت خانومی شدی شبا بیا خونه بابا با مامان آشتی کن من بهش میگم که اخلاقشو خوب کنه با این که خانومی شدی ولی هنوزم بعضی حرفا برات چه زدنش چه شنیدنش زوده تو داری همه چیزو خراب میکنی ببین دختر جون خرابه رو اگه خرابه شد بوس بوس به بابا جون خدا فیس بابا جون سلامه بای بای فضولی پسرم ولی خب حرفای شنفتم میگن حسابی افتادین تو عیاشی میگن؟ کیا میگن؟ خیلی آدم انگوش که تو دماغش بکنه همه خبردار میشن بوده نبوده من تو اون خونه یکیه تو خیال میکنی که زنم شبا از فکر من تا صبح گریه میکنه سرشه که بذاره رو بالش خورخورش هفت آسمون رو پر میکنه خب پسر جون حالا خیال میکنی این زنی که میگن باش هستی واسه زن میشه تو برای خودت کسی هستی اما اون یه زن بدکاره بیشتر نیست آهای پیره مرد معذرت میخوام قربان منظوری نداشتم اصلا تو چرا پاری وقتا بهم میکنی به ما بذار تو لاک خودمون باشیم مرد حرف زدنشم عوض شد چی گفتی؟ هیچی قربان با خودم بودم
کجایی؟ هیچ هوای در داره مواد شوهر سر برسه. مگه حالا توفه ای نتنزه؟ هرچی از شوهرمه. وای وای تو رو خدا. واه واه میخوام صد سال سیازی شوهره نباشم. مرتی که ای دبنگ. اوک حرف دهنه تو مزمزه کن. حالا مگه من چی گفتم؟ خب دیگه چی میخواستی بگی؟ تو رو خدا این قیافه رو نگیر که اوقم میره. اگه بری تو آینه نگاه کنی بیشتر اوقت میگیره. دریوری نگو. دریوری حقته. حالا چرا یهو جنی شدی؟ آدم جن میبینه که جنی میشه. حالا مگه چی شده خانم؟ گفتم برای چش شوهرت ابروه. هر کی هست به کسی مربوط نیست. دیگم حرف جدی نزنی که اون وقت هر کی از ذهنم برسه بهتون میگم. غلطه زیادی؟ بریم بابا این امروز شیویش میشه. تکلیف کاسه چی میشه؟ سرش بخوره. یه مرد بی خودی از زن و زندگیش دست نمیشوره که به قول خودت بره الواتی. لابد یه دردی داره. زن اگه زن باشه میتونه مردش رو جمع و جور کنه. وقتی مرد چشم و دلش از همه چی سیر باشه دیگه نگاش دنبال کسی نمیره. حالا باید چی کار کنم؟ کار حسابی رو دیشب کردین که اون مفقرای مفقر رو از خونه ریختین بیرون. من نمیخواستم، ولی یکیشون برگشت پشت سر محسن یه چیزی گفت که من نتونستم تحمل کنم. خب این خودش میرسونه که تو قلبن شوهرتو دوست داری، مگه نه؟ این چند وقتی که نیومده تازه فهمیدم که چقدر دوستش دارم. تا اونجا که بتونم سعی میکنم یه کاری انجام بدم. اگرم نتونستم شاید کار به خودی خودش درست شد. کنی؟ تو رو خدا گریه نکن مامان جو. آتق خروز واسه بچه ها شیل قراب زده که همه چند روزه بر میگرده. اره من جای شما باشم این چند شبه رو تو کافه آفتابه نمیشم. خب اشکالی نداره، قرارداد من امشب تمومه، امشب شب آخریه که میرخصم. پس قرمون شما این یه شبرم دور کافر خیت بکش که به خیر بگذره. با تو خیال میکنی با کی طرفی پوز منوک؟ ببخشین های گردن کلاف، هیچ فکرشو کردی که اگه سرتو گوشتن لب باغچه و مثل دست گل بریدن من پوز منوک از کجا بازمون رو تم بگذره؟ فکر نمیکنی من باید برم مرغ آتق غروز بشم؟ ببرون نفس تو که همش به فکر خواهته. من از شما معذرت میخوام آی گرد. منم اگه جای اون بودم این چند شبه رو نمی اومدم کافه. باید چشم نکن. آخه اگه تقی سر برسه خون را میفته. میفهمی استاق رئیس، اگه تقی سر برسه حساب حساب خون ریزیه. اگه قرار خونه کسی ریخته بشه خونه اونه نمه. Thank you.
خانم گاوه بریده بچهش مال تو معذرم که بهت مژده بدم که آتقی برگشته خودم میکشم میز فقرا خوش اومدیم باید یه چند مدتی از این شهر بزنیم به چاک بی خیالش ما از اون بیداش نیستیم اونا آدم کشن اونا این حرفا حالیشون نیست پاش بیفته بالا یه تارمون دنیا رو با آتیش میکشم دخمه ما خیلی خاطرتو میخوایم اینو باید گفته بودم یا نه تو دیوونه ای تو بده که برم سر میزش خب تو چی عشقته اینجا یا اونجا اگه عشقم اونجا بود که پیشش تمرگیده بودم مگه زبون آدمی زد سرت نمیشه خانم فرمودن که عشقشون اینجا جورتره هره آخه چی؟ آخه با زغ نبود بزن با چاک خب چی شد؟ فرمودم بزن به چاک هره دورت کنه بلنش میزنم نمیام کار دستشو ندن فقط باست بری عزت باستان پیداش کنی و بیارش کلانتاری بریم سر کنیم تنکه ای بلا
آدم اگه میخواد محسن داشته باشه با این حسومه داشته باشه قارمون. استعداد جاهلی واقعا که بی نظیره. هنوز هیچی نشده پشت میله ها. جون شما وقتی خبرش شنفتم کلی به خودم امیدوار شدم. از شما چه پنهون میخوام مکتب جاهلی واکنم. من اونو با چاقو نزدم پسر. دسته واسه جاهل افت داره. بگو زدم کاریت نباشه. پنج شیش ما واسه زندونی میبرن بعدشم کلی میره رو اعتباره. خوابش رو ببینی پسر. چه خوابی؟ اونا چهار تا شاهد دارن. همشون میگن دیدن که تو اونو با چاقو زدی. ولی تو که اونجا بودی؟ دیدی که من نزدمش؟ ولی اونا میگن دیدن که تو زدی. آش نخورده و دهنه سوخته؟ من میشه؟ خیلی هم شدی. پس میشه. موندگار شدی آقا رئیس. بعدش چی؟ بعدش که حقیقتو بفهمم. تا بیان بفهمن تو کلی آب خنک خوردی. خدایا شکرت که شاگردم عاقبت به خیر کردی. خدا نکنه که آزاد بشی، از اعتبارت کاسته میشه. برو تغییر رو پیداش کن و بهش بگو هر چقدر پول بخواد بهش میدم، به شرطی که طرف بفرسه تا واقعیت به جمعام آزاد شیم. رفتن از ما، ما میریم و میگیم، ولی اینم میدونیم که اون فقط خاتون رو میخواد، نه پولو. بهش بگو هر چقدر پول خواد، میفهمی؟ هر چقدر خواد بهش میدم. تو بمیری، تو بمیری، اگه زبونم کف کنه، اگه هرچی التماس بلدم واسش بریزم رو داریه به خرجش نمیره که نمیره. میدونی واسه چی؟ واسه این که آتخی راستاسی خاطر خاطه، واسه این که جدی جدی میخوادت. خب پس باید چی کار کنم؟ تو باز برگردی سر خونه اولت. چی داری میگی؟ ببین آرژی، تو زندگی رفیق ما رو داری خوش خوشک بیریق میکنی. امروز زندون، از فرد اونجا که عرب نینداخت. مگه به سرت زده؟ تو به درد آتقی میخوری؟ آتقی هم به درد تو. دست از سر رفیق ما بکش، بازه برسی خودش. تو چی خیال کردی؟ یه عمری دنبال یه همچین مردی میگشتم که سایش رو سرم پهن کنه، که منو زیر بال و پر خوش بگیره. خیالت حالا که پیداش کردم میتونم ازش دست بردار باشم؟ اون به درد تو نمیخوره، تو هم به درد اون نمیخوری. اینو از من قبول کن، اما نپرس چرا. بذار کلوم آخر رو بهت بگم. ما قرار مدار گذاشتیم، ما قسم خوردیم که دیگه نه کسی واسه من غیر اون مرد باشه، نه کسی واسه اون غیر من زن. تو هم اگه از تقی خروز ترسی داری مهم نیست، خودم میرم پیشش. چی شده که حالا به عیزلابه افتادی؟ تو که داشتی با دومت گردو میشکستی؟ دست فردار تقی، ما که گردو داشتیم؟ اگرم داشتیم، کجا واسه همون موند که بشکنیم؟ هرچی داشتیم و نداشتیم، به پای شماها ریختیم. پای کیا؟ کیا؟ اون چند سال اولش که هرچی تو کافه جون کندیم، خرج هیکل بیقواره حسن دوزده شد. چند سالی هم جمال اسخر حاج بیبی رو با اسکناس های ریز و درشتمون گل بارون کردیم. اون دندون طلاهای ریز و اکبیرم که تو دهنشه با خیلی چیزای دیگرش اقدر کمر و میناشناش من راست و ریز شده. خب این چند سال آخرم که هرچی در آوردم ریختمش به پای تو. بنی بسنی؟ که چی؟ حالا من خسته شدی؟ حالا میخوایی بری پای اون گنده بریزی؟ مای ما چمونه؟ مای ما بد خرج میکنیم. اون پولمو نمیخواد، خودمو میخواد. تو بمیری همدیگر رو خیلی میخواییم، اما نه اونجوری که فکرشو بکنی. بیا و دست از سرم وردار، دست از سرش وردار، بذار با هم باشی، بذار به اونی که آرزوشو داشتم برسم. برسی؟ به چی؟ خیالت که اون عاشقته؟ عشق اون یعنی عشق به پولت که ما داریم، یا این که عشق به تنت؟ اگه یارو عاشق پولت نباشه، خب عاشق تنته، که ما در ضمن عاشق تنت هم هستیم. اما اون عشقی که تو فکر میکنی دریوریه، یکی دو ماه که طرف تنتو دستمالی کرد، عشق رتته، یعنی مال سیره، یه تیپا به نابدترتو میندازتت بیرون.
هفته است فردار تقی. نمیتونم. اگه بخوای یا رو دست و پات هم میفتم. اگه پوزت هم به خاک بمالی بازم حرف مرد یکیه. ولش کن تا ترتیب آزادیشو بدم. ول کنش نیستم. اونم ول کنه من نیست. گمون کنم که اینو خودت هم میدونی. من فقط میدونم که دوباره بر میگردی سر وقت خودم. حسرت جونم، حسرت. حالا که اینجور شد، یه راه دیگه من خودم ترتیب تو رو میدم. قاپی نیا. فقط یه راه داری، اونم طرف حاجیته. اگه دوستش داری، اگه میخوایش، اگه با آبروش فکر میکنی، ولش کن تا جور کنم که آزاد شه. فقط بپر تو بغل حاجی تو کار تمومه. خواب ببینی، آرزوشو به گور ببری. مرد درسته که مردی، اما دلش که از سنگ نیست. ای والا. چه شکلی بگم؟ از اینکه برم ملاقاتش درس دارم. آخه من اخلاق اونو خوب میشناسم قدرت خانم. کسی اونو بهتر از من نشناخته. من شوهرتونو بزرگ کردم. هنوز به دنیا نیومده بود که من در خدمت پدرش بودم. میدونی؟ باعث بانی همه این بدبختی ها من بودم. حالا موندم که چه شکلی باهاش روبرو بشم. چه شکلی تو چشاش نگاه کنم. اونم بعد از اون همه دعوا مرافع که با هم کردیم. به محبت شما این روزا خیلی احتیاج داره. یه لبخند و چهار تا کلام حرفی که به دلش بشینه. شادم بشه یه جوری فکر اون تنه کرن کلش بیرون انداخت. جونی منتظرت میمونم. چقدر؟ هر چقدر تو این تو بمونی. اگه طول کشی بازم منتظر میشم. اگه نشدی؟ خب میشم. اومدیم و نشدی. اگه نشدم هر کاری دلت خواست با من بکن. این همون سنه؟ آره خودشه. تو خونشو بلدی؟ آره که بلدم. پس یادت باشه که بعدن آدرسشو ازت بگیرم. پس یادت باشه که یادم بندازی. ازت خواهش میکنم. دیگه دیر شده. هیچ وقت دیر نیست. تو دیر متوجه شدی که یه مردی هم تو خونه هست. یه مردی که شوهرته. حالا که متوجه. حالا دیگه خیلی دیر شده. تو رو خدا اینطوری با هم حرف نزن. همه چی عوض شده. همه چی همونطوری که دلت میخواست. حالا دیگه منم عوض شدم. آلوده شدم. تو آلوده نشدی. تو خیال میکنی. تو برای من همون مرد پاکی که بودی. اگه زن دیگه ای تو زندگی تو اومده، گناهش گردن خودمه. پس فراموش میکنم. تو هم فراموش کن. من هیچی رو نمیتونم فراموش کنم. من بدم. اینو میدونم. من لیاقت تو رو ندارم. ولی به دخترم فکر کن. به خاطر اونم که شده. دیر شده. همه چی دیر شده. با کی کار داشتی؟ با شما. با من؟ آره، من راننده محسن خان هستم. تو حرفی نزده بود. اگه اجازه بدی بیام تو، خیلی حرف هست که باز بدونی. خیر، بیا تو بینم چی میخوای بگی. بفرمایی. پیشش بودی؟ تو زندونو میگم. بودم. خب، پیغامی فرستادی؟ نه. محسن میدونه که تو اومدی اینجا؟ نه، نمیدونه. خب، پچی؟ اومدم اینجا ازت تمنایی بکنم دختر جون. تا تمنا چی باشه؟ میخوام کاری کنی کارسون.
کاری کنی که محسن خان ازت سیر بشه، زده بشه، برگرده سر خونه زندگیش. چته پیری؟ به سرت زده؟ این اهمیت نداره، مهم اینه که تو بدونی مردی که اینطور شب روزشو برای تو داده چی کار است و زندگی چند خانواده به اون بستگی داره. به من گفته که سلاخه، حرفم توش نیست چون به هیکلش میاد. بیس سوالی هم نکن که هیچ خوشم نمیاد. اگه بفهمی اون صاحب یه شرکت بزرگی و تو عمرش هم دستش به چاقوی سلاخی نرسیده چی؟ بازم خوشت نمیاد؟ از شیر رو به روی که داری میگی هیچ خوشم نمیاد. فقط خوشمه که روک کراس بگی چی ازم میخوای؟ میخوام که دیگه سر وقتش نری، خونت هم عوض کنی، اصلا از این شهر بری که دیگه پیدات نکنه. ببینم پیری، دلت نمیخواد که خودمو با مغز از این پنجره پرت کنم تو خیابون؟ نه نه، اینو هیچ وقت دلم نمیخواد. کی تو رو فرستاده؟ دوستش داری؟ آره میخوامش، اما تو رو سننه. اینایی که داری میگی حرفه، اگه راست میگی، اگه شیله پیله ای تو کارت نیست نشون بده. نشون دادم پیری، زندگیمو براش دادم، هر چی بوده ریختم دور، دست از همه چی کشیدم و نشستم پاش. اون تنها کسیه که تو همه زندگی میخواستمش. واسه خودت میخوای یا واسه خودش؟ واسه خودش. پس نذار که به قیمت همه چیزش تموم بشه. اگه قرار فداکاری کنی از ته وجودت مایه بذار، نشون بده که میخوایش، ازش دست بکش، بذار برگرده اونجا که جاشه. کجا؟ خونش، پیش زنی. هیچ وقت به من نگفته که زن و بچه داره. نخواسته. از کجا که تو راست بگی؟ از اینجا. سر خونه اول تمومه؟ باشه، بیدار خوابیاش مال من، کار کردن خر و خوردن یابوش مال من، کیفش مال تو. ای والا، نگفتم بر میگردی؟ آره تو گفتی. چته؟ ما یه ازای ننته کی نبوده؟ حالیمه، نفکر کنی تو خد نیستم، اما خواب یادت میره، یارو رو یادت میره، زندگی خیلی گنده تو بمیری، اینو هیچ وقت یادت نره. گندتر از زندگی توی، اینم هیچ وقت یادت نره. داشتین؟ آزادش کن. حالا که اومدی سر خونه اول، رو چشم. یه چیز دیگه هم ازت میخوام. چی؟ بهت میگم بعدن. آره ایشالله. خب دیگه چیزی نمونده. اومدش پرو خدا به هم رازه. محسن من یه کاری دارم که باز برم، شما هیچ کاری نداری غیر از این که برگردی سر خونه زندگیت. یکی چشم برا همه باز برم. آروم باش خانم، درست میشه. قدرت خوب، بی بریم کار یه سره بکنی. که چی کار کنی؟ میریزیم تو خونه نازی؟ چی داری میگی پسر، مگه عقلش کم شده؟ من تحمل گریه این خانمو ندارم. درست میشه.
بریم. آره بابا بریم. ای هر جایی لعنت به تو زن مرکه لعنت مگه دست نداشتی که در نزده اینه گاف سرتو انداختی پایین اومدی تو خفشو حرف دیگه لکن ببن فکر تو بزن شک هری این پشت توی هر جایی بیاب روی بی صفت بازمو بلکن شکستیش خون خراب این رسمش بود؟ این بود اون همه قول و قرارا؟ مگه قرار بود که بی اجازه تو آبم نخورم؟ قرار بود بی اجازه من نفسم نکشی چی خیال کردی؟ که شوهرمی؟ که هرچی دلت خواست میتونی بارم کنی؟ که اصلا من به حیوانی مثل تو دل میبندم هرزه زن هرزه لنگ همومه از چیزی که عمومی شد چه انتظاری داری؟ توف به تو ای نمک برام لیاقتت همینه که تو این خراب شده بپوسی من سگ مستر رو بگو که میخواستم باهات عروسی کنم توف به تو بیا اینم مزد اون شبایی که باهات بودم بگیر Ha 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 ha